سلام، من عباس کریمی ریزی هستم، ورودی 91 لیسانس فیزیک بهشتی، 95 ارشد پیچیده بهشتی و متقاضی ورود به دوره دکترای 97 سیستم های پیچیده بهشتی که این آخری رو قابل ندونستن و به خاطر آیین‌نامه جدید ارتقا بنده رو رد کردن توی مسابقه دکتر. خلاصه بعدش من اومدم فنلاند، الان دانشجوی سال چهار دکترا در دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه آلتا هستم. عمده فعالیت ها مربوط میشه به مدل سازی پخت بیماری در جوامع. کاری که میکنم اینه که یک مدل سازی ریاضی انجام میدم و میگم مثلا تحت چه شرایطی اگه یک بیماری بیاد و ما اینجور مداخله ها رو انجام بدیم، مثلا اگر این کسی از جامعه رو واکسن بزنیم به این شکل، یا اگر از آدم ها بخوایم که وقتی مریض شدن حتما تماس بگیرن و با 5 نفر از کسایی که در ارتباط بودن و به ما بگن که ما زنگ بزنیم بگیم اونو خودشون رو قرنطینه کنن. کارم اینه که ترکیب اینجور مداخله ها و پخش بیماری رو به صورت ریاضی مدل کنم، جوری که از لازم محاسباتی بشه دنبالش کرد و بشه جوابش رو سرفته داد. توی این چند سال گذشتم جزء یک کمیته بودیم اینجا توی شمال اروپا که ترکیبی از دانشمندان و سیاستگزاران بود که با توجه به شرایط کووید بتونیم یک مدل های ساده و عجیب و غریب بزرگ و پیچیده ای ارائه کنیم که دولت ها بتونن شرایط رو بهتر کنند. ولی خب من خیلی از چیزی که واقعا جامعه رو به طور مستقیم تحت تاثیر قرار داده فاصله دارم. کماکان مدل هام خیلی ساده هستن، مدل هام اون حالت گاو کروی معروف توی فیزیک رو دارن، ولی خب به همین خاطر میشه از لحاظ ریاضی بهشون خوب برد. من وقتی اومدم فیزیک هیچ موقع فکر نمی‌کردم که توی فیزیک مردم پدیده پخش بیماری مدل کنن، هیچ موقع فکر نمی‌کردم مردم سرطان رو نگاه کنن، ولی الان این کار خودم کردم. و درسته هم که الان دانشکده علوم کامپیوترم به این معنی نیست که از فیزیک خارج شدم، کار من بین رشته ایه. برای همین هر جایی توی دنیا توی یه دانشکده ای آدما روی این چیزا کار میکنن. کماکان خودم رو جزء خانواده فیزیک میدونم، تمام مقالهایی که توی این چند سال چاپ کردم توی ژورنال های فیزیک بوده. چرا فیزیک برام هیجان انگیز بود وقتی اومدم به ایتی؟ من خیلی دوست دارم که به خیلی از چیزهای دنیا به صورت تئوری فکر کنم، یعنی کنجکاوم، ولی دوست ندارم دستم رو وارد کاپوت ماشین کنم که روغنی بشه. من اصلا آدم تجربه کاری نیستم، پس من دوست دارم که راجع به اکثر چیزها به صورت نظری فکر کنم. من دوست دارم راجع به موسیقی به صورت نظری فکر کنم، هیچ سازی بلد نیستم بزنم متاسفانه، ولی از فکر کردم به اصول تئوریک لذت میبرم. راجع به سینما هم همین. و خارج از اینها راجع به مطالعه طبیعت، این خیلی همیشه برام جالب بوده. همیشه مسائلی که مربوط به گرانش بوده خیلی برام هیجان انگیز بوده و هنوزم که هنوز ماه توی آسمون میبینم برام جالبه که چین اون بالا نگرد. اینجوری بود، کنجکاو بودم، دوست داشتم یه سری چیزها به صورت نظری دنبال کنم. اونقدر آدم نیستم که دقیق باشم، برای همین نمیتونستم ریاضی بخونم. اونقدرم آدم بیخیال، نمیدونم چی بگم که خوب باشه، اونقدرم آدم نیستم که درگیر خیلی جزئیات ریز بشن، برای همین برای مهندس هم خوب نیست. از خون و اینا هم میترسیدم، واسه همین کلا علوم تجربی و اینا هم کنسل. مادم فیزیک اوایلش هم علاقه من بودم به کیهان شناسی و این چیزای نظری، کم کم علاقه من عوض شد، رفتم سمت فیزیک حالت جامد و اون اواخر لیسانس هم به چیزی بودیده به اسم سیستم های پیچیده که کم کم مسیر زندگی مو عوض کردم و وارد اینجور مسائل شدم. پروژه هایی که من تا حالا توتون مشارکت داشتم همشون سوالایی که همه ما به صورت روزمره باشون در ارتباطیمون نشونه گرفتن، مثلا چند درصد مردم رو باید واکسن بزنیم تا به ایمنی جمعی برسیم. سوال ها خیلی آسونه برای پرسیدن، ولی برای جواب دادن خیلی ملاحظات و در نظر بگیرید. من بهشتی رو دوست دارم خیلی زیاد به خاطر اینکه بهترین دوران عمرم اونجا گذشت، دوستای خیلی خوبی پیدا کردم از مثل طلا و به مقدار قابل توجهی هم فرصت یادگیری از بقیه رو داشتم. من موقعی که لیسانس بودم از خیلی آدم و کلی چیز یاد گرفتم خارج از کلاس درس، از شاهین شریفی، داوود معصومی، بچه‌هایی که اون موقع دکترا می‌خوندن،
و این به نظرم یگانه فرصتی بود برای یکی مثل من که تازه وارد بود به این دنیا و هم صحبتی و هم کلام بودن با این آدم ها کلی چیز بهم یاد میداد. از اون طرف همه مشکلاتی که آدم ها با خانواده هاشون دارن من با بهشتی دارم، خصوصا که سال آخر رام ندادن و گفتن برو و من مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. من خیلی ایران دوست دارم، دوست داشتم که اونجا بودم و میشد کار کرد، ولی خب این آیین نامه دهلتا خیلی چیز عجیبی بود. برف توی بهشتی دوست داشتم، الان توی سرزمین زندگی میکنم که خیلی سرد، خیلی برف میاد. توتی هایی که توی آسمون بهشتی پرواز میکردن خیلی جالب بود. ما استادای خوبی داشتیم، ما از آخرین کسایی بودیم که مثلا با دکتر سپنجی درس داشتیم، کلی کیف میکردیم از منش این آدم و برامون خیلی خوب بود. از طرف دیگه به نظر من یه چیزی که راجع به فیزیک بهشتی وجود داره اینه که یه کمی فضاش اون رقابت های عجیب و غریب مثل چیزی که توی شریف هست رو نداره، برای همین گاهی وقتا اجازه میده که آدم ها با هم بیشتر دوست باشن. چه صحبتی دارم با کسایی که به فیزیک علاقه مندن؟ خب ببینید بچه ها، من وقتی فیزیک رو شروع کردم اولین کسی که مخالفت کرد با هم، یعنی وقتی میخواستم انتخاب رشته کنم، معلم فیزیک دبیرستانم بود، گفت خیلی بی خود میکنی میری فیزیک. گفتم جان، گفت سخته، نون توش نیست و زندگی تر عذاب خواهد. همه حرفایی که زد و گفتم قبول، حالا پیشنهادی هم داری؟ گو آره، برو تا دکتر. خب من الان دکترامو میگیرم و تقریبا آخر این راه هم که احتمالا خیلی شما تازه شروعش کردید تا پایان تحصیلات، میتونم بگم که احساسات متفاوتی داشتم. همیشه از انجام دادن علم لذت بردم، به نظرم علم جایی بوده که میتونستم بهش پناه ببرم. وقتی از آدم ها یا مشکلات خیلی خسته میشدم، میتونستم با پرداختن به فیزیک از دنیا خارج بشم. ولی خب آدم همینطور که سنش زیاد میشه مشکلاتش هم زیاد میشه، مخصوصا با شرایط اقتصادی الان، برای همین کم 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 گاهی از اوقات مشکلات از آدم کمی زورشون بیشتر میشه و از طرف دیگه طبع آدم عوض میشه. برو خودنگاری بود. برای همین فکر میکنم که ممکنه آدم ها ذائقهشون عوض بشه، یعنی اول فیزیک رو دوست داشته باشن بعد نداشته باشن، یا اول نداشته باشن بعد داشته باشن، یا اولش فکر کنن مسائل مادی مهم نیست و بعد براشون مهم میشه. مثلا اونایی که ازدواج میکنن قشنگ میفهمن که مهم. حسم خوب بوده، راضی بودم مسیری که اومدم، پشیمونی توش نیست به نظرم، با اینکه زندگی خیلی سختی داشتم. الان زندگیم به نسبت خوبه، خوش بهم میگذره، میتونم توی سفر ویدیو ضبط کنم با کامپیوتر که دانشگاه بهم داده، حداقلای رفاهی خداش. اما از اون طرف همینقدر که فکر میکنم و در حال حاضر مثلا دو سه تا پیشنهاد برای شروع دوره پست داک دارم، خیلی هم جدی دارم به خارج از دانشگاه فکر میکنم، به شغلهایی که بیرون از دانشگاه وجود داره و با شرایط و مهارتهای من سازگار. به همین خاطر فیزیک درست سخته، ولی به نظر من اگر کسی واقعا علاقه داشته باشه، کسی که علاقه نداشته باشه به نظر من جواب خیلی ساده است، باید بره هر چه زودتر دنبال کاری که دوست داره، چون فیزیک که نون که توش نیست، حتی الان آدم دوستش داشته باشه که حال کنه. ولی اگر خیلی علاقه مند باشید و وقت بذارید، اینجوری هم نیست که کاملا از بین بره. اگر حواستون جمع باشه میتونید کارهای خوب پیدا کنید، نه لزوما مطمئن. ببینید تمام بچههایی که ورودی 91 که بهشتی بودن، تا اونجایی که من میدونم هیچ کدومشون سر کاری نیستن که مربوط به رشته فیزیک باشه، ولی لزوما بد نیست، ولی خب در آن نشانه هایی برای کسانی که میان. امیدوارم که شما نسل جدید که احتمالا هیچ موقع ما هم نبینیم بهتون خوش بگذره. حواستون باشه که مهمترین چیزا توی بهشتی فیزیک نیست، مهمترین چیز آدم ها هستن، مهمترین چیز روابط خوبیه که بین آدم ها شکل میگیره. فیزیک رو میتونید خارج از دانشگاه هم یاد بگیرید، خیلی آسونه، اونقدر که فکر میکنید فیزیک عجیب و غریب نیست. وارد رقابت های عجیب و غریب نشید با هم، ولی سعی کنید با هم دیگه درس بخونید، با هم تمرین حل کنید، چیزایی که جدید و جذابه براتون رو به هم دیگه بگید، محیط رو پویا کنید برای خودتون، خیلی دوران خوشی خواهد بود اگر به هم دیگه کمک نکنید.
اگر وقتی شگفت زده میشید، شگفتیتون رو برای بقیه ابراز نکنید. اگر نتونید آدمایی پیدا کنید که همفاز شما باشن، خیلی آدما رو میبینید که خسته هم از زندگی بریدن، حق دارن بندگان خدا، ولی اگر شما همش با اینا هم بگردید، هم دوام شد با اونو. بکوشید رستگار بشید. نمیدونم چه جوری، ولی یکی اینو به من گفت، منم به شما میگم، شما هم به نسل بعدی. امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر سوالی از من داشتید، پیدا کردن من آسونه، عباس ریزی رو سرچ کنید، هوم پیج هم میاد بالا، میتونید هم مقاله هامو ببینید، هم کارهای ترویجی و کاری که راجع به روایتگری در علم کردم، سایت sitgur.org رو میتونید چک کنید، و همینطور من همه جا هستم، همیشه آنلاینم، سوالا رو جواب میدم اگر سوالی بشه. امیدوارم که خوش و خورم باشید و خدا نگهدار.